سلام، شب و روز شما بخیر. در هر کجای دنیا که هستین به این بخش خبری خوش آمدین. رئیس جمهوری ایران در سفر به زاهدان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت تا آخرین مذاکرات پیشرفت قابل قبول بوده و امیدواریم در تیر ماه به توافق نهایی برسیم. روحانی همچنین در این سفر از ریش سفیدان و علمای شیعه و سنی در ماجرای آزادی مرزبانان تشکر کرد. وی در اظهارات دیگری هم گفت شهروند درجه دو نداریم و چهره سیستان و بلوچستان تا پایان دولت 11 تغییر میکند. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی در سومین سفر استانی خود به سیستان و بلوچستان با اشاره به مذاکرات هسته ایران با 5+1 گفت ما در قدم نخست به یک توافق 6 با 5+1 دست پیدا کردیم که بنا بود در مدت 6 تا 1 به یک توافق کلی در جهت برداشتن همه تحریم ها برسیم. اما امروز هم 5+1 و جمهوری اسلامی معتقدند که این توافق میان طرفین در 6 انجام پذیر است تا که تا آخرین لحظه مذاکرات پیشرفت قابل قبول بوده و امیدواریم در تیر ماه به توافق نهایی برسیم. به افزود قطعاً با برداشتن تمام تحریم‌ها و مسائل مالی شرایط بهتری خواهیم داشت. حتی اگر توافقی هم حاصل نکنیم، شرایط داخلی و خارجی به گونه‌ای است که مشکلی از حیث اقتصادی نخواهیم داشت. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه هم گفته که در جریان مذاکرات هسته‌ای از سنروهای داخلی ترسی ندارد و نگران فعالیت‌های آنان نیست. آقای ظریف در جریان سفرش به کشور امارات متحده عربی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از احتمال رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای ظرف 3 آینده ابراز خوشبینی کرد. او گفت که یک اراده سیاسی قوی برای پاسخ گرفتن از مذاکرات هسته‌ای وجود دارد. روحانی همچنین در اظهارات دیگری گفت که دولت مصمم به ایجاد فضای مناسب برای کار، تلاش و سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان است. رئیس جمهور تمهیداتی درباره اینکه دولت در راستای توسعه استان انجام خواهد داد اعلام کرد و گفت حمایت و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری ها در مناطق مختلف کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان در جدول کار هست. آقای روحانی همچنین روز گذشته و در ورزشگاه زاهدان و در حضور مردم هم گفت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بین پیروان اقوام و مذاهب تفاوتی وجود ندارد. به این بار دیگر تأکید کرد که ما هیچ تفاوتی میان مذاهب، اقوام و جنسیت طبق قانون اساسی قائل نیستیم و در کشور ما شایسته سالاری حاکم است. این اظهارات آقای روحانی در حالی بیان می شود که اخیراً احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش خود به تبعیض‌های موجود علیه پیروان دیگر مذاهب در ایران پرداخته است. پیش از این نیز 12 نماینده اهل سنت دوره 8 مجلس شورای اسلامی پس از نگارش چند نامه سرگشاده برای جمهور وقت در 28 آذر ماه سال 1390 نامه سرگشاده‌ای به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و خواهان رفع تبعیض از اهل سنت، رفع محدودیت‌های مذهبی ایجاد شده برای اهل سنت و اجازه ساخت مسجد در تهران شدند. همچنین اظهارات روحانی در مورد عدم وجود تبعیض جنسیتی در ایران نیز در حالی بیان می شود که زنان در ایران به گفته نهادهای حقوق بشری بر طبق قوانین با مسئله سهم بردن کمتر از ارث، حجاب اجباری و مسائل دیگری نظیر جلوگیری از حضور آنان در استادیوم ها روبرو هستند.
احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید دیدار علی جنتی با محمد خاتمی کار درستی نبود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای علم الهدا در جمع گروهی از خبرنگاران گفت وزیرانی که خود را پیرو رهبری می‌دانند نباید با محمد خاتمی دیدار می‌کردند. دیدار نوروزی علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی با محمد خاتمی با اعتراض گروهی از محافظه‌کاران مواجه شده و برخی نمایندگان نیز وی را برای پاسخگویی به مجلس فرا خواندند. امام جمعه مشهد گفت تا زمانی که موضع خاتمی در رابطه با فتنه روشن نشود این دیدارها درست نیست. محدودیت‌ها علیه خاتمی پس از اعلام حمایت وی از اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 افزایش یافته، به طوری که اجازه خروج از کشور را نیز ندارد. محافظه‌کاران تندرو بیم دارند که دولت حسن روحانی نیز دنبال روی سیاست‌های دولت 8 ساله خاتمی به خصوص در حوزه فرهنگ باشد و در این باره بارها به مقام‌های دولت 11 هشدار دادند. اما در ادامه جنجال‌ها پیرامون انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل، برای نخستین بار ایالات متحده آمریکا به طور رسمی آقای ابوطالبی را متهم کرد که در اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی دست داشته است. حمید ابوطالبی این اتهامات را رد کرده و گفته است که پس از گروگانگیری تنها به عنوان مترجم در سفارتخانه آمریکا حضور یافته است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا رسماً حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را متهم کرد که در اشغال سفارت آمریکا در سال 58 و گروگانگیری 52 دیپلمات آمریکایی دست داشته است. جن ساکی اظهار داشت ابوطالبی خودش گفته که در این مسئله دخالت داشته است و با توجه به نقش وی در حوادث سال 79 که به وضوح مسئله تکان دهنده برای مردم آمریکا بوده، دادن ویزا به او غیر قابل قبول است. وی گفته است که واشنگتن بنا ندارد تا درباره اینکه ما پیرامون دخالت وی در بحران گروگانگیری چه فکر می‌کنیم یا نمی‌کنیم توضیحی دهد. خانم ساکی گفته است تا جایی که می‌دانیم این یک تجربه سخت برای 52 شهروند آمریکایی بود که به گروگان گرفته شدند و به همین دلیل ما نمی‌توانیم ویزای وی را تایید کنیم. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هفته گذشته گفته بود آقای ابوطالبی از نظر آمریکا گزینه‌ای مناسبی نیست و از تهران خواست تا فرد دیگری جایگزین او کند. اما عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید که وی تنها گزینه ایران است. روز دوشنبه هفته جاری نیز ایران اعلام کرد که از آمریکا به سازمان ملل شکایت کرده. در همین راستا مسئول شکایت‌های سازمان ملل متحد هم گفته است که هفته آینده به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا درباره حمید ابوطالبی رسیدگی می‌شود. به گزارش رسانه‌ها نماینده قبرس در سازمان ملل که مسئول شکایت در این سازمان است گفته شکایت ایران از آمریکا درباره عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی سفیر جدید این کشور در سازمان ملل هفته آینده بررسی خواهد شد. در همین حال و بر اساس گزارش خبرگزاری‌های فرانسه، مقام‌های آمریکا به طور خصوصی گفتند که درخواست ویزای حمید ابوطالبی رد نشده است و آنها امیدوارند که تهران فرد دیگری را معرفی کند. به نظر می‌رسد که آمریکا در گذشته صدور ویزا برای سفیر کشوری در سازمان ملل را رد نکرده، اگرچه تهران یک بار در اوایل دهه 1990 از درخواست خود برای معرفی فردی به عنوان سفیرش صرف نظر کرد. در این شرایط هفته گذشته نیز نشریه بریتانیایی تلگراف نوشت آقای ابوطالبی سال 1993 که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام محمد حسین نقدی نقش کلیدی داشته است. این نشریه گفته بود اسناد دادگاه از جمله رونوشت گفتگوهایی که پلیس ایتالیا در خلال تحقیقات خود درباره مرگ آقای نقدی انجام داده است چنین اتهامی را اثبات می‌کند. محمد حسین نقدی دیپلمات ایران در ایتالیا بود که دهه 1360 به عضویت سازمان مجاهدین خلق در می‌آید و در نهایت نیز در شهر روم ترور می‌شود. این نخستین بار است که واشنگتن به صورت علنی سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل را به اشغال سفارت آمریکا در تهران ربط می‌دهد که از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام صورت گرفت و در جریان آن 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند.
حادثه گروگانگیری ایالات متحده را در شوک فرو برد و از 3 دهه پیش تا کنون روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن همواره خصمانه بوده است. دیپلمات‌های سابق آمریکایی که در سفارت این کشور در تهران به گروگان گرفته شده بودند، همراه با اعضای کنگره آمریکا به شدت با پذیرش سفیر جدید ایران در سازمان ملل مخالفت کرده و از باراک اوباما خواستند که برای وی ویزا صادر نکند. پس از لغو سفر هیئت پارلمانی هلند به ایران، سفر هیئت پارلمانی سوئیس هم لغو شد. مسئولان جمهوری اسلامی علت لغو این سفر را اعتراض به قطعنامه پارلمان اروپا اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجو، منصور حقیقت‌پور، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، از لغو سفر هیئت پارلمانی سوئیس به ایران خبر داد و گفت علت لغو این سفر قطعنامه اخیر پارلمان اروپا بوده است. وی گفت لغو این دیدار به هیئت پارلمانی سوئیس اعلام شده و این تصمیم نشان دهنده عزم راسخ مسئولان کشورمان بر پایبندی قانون است. هیئت پارلمانی سوئیس قرار بود امروز چهارشنبه وارد تهران شود و با برخی مقام‌های پارلمانی و دولتی جمهوری اسلامی دیدار کند. این سفر در حالی قرار بود انجام شود که صبح امروز سفر نعیمی رس، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود یکی از شروط سفر هیئت پارلمانی سوئیس به ایران انگشت نگاری از اعضای این هیئت است. پیشتر ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از لغو سفر هیئت پارلمانی هلند خبر داده و گفته بود این هیئت پارلمانی قصد داشت در تهران با برخی مخالفان دیدار کند که جمهوری اسلامی نهایتاً این موضوع را نپذیرفت. آقا محمدی با اشاره به اعلام وزارت امور خارجه به این هیئت درباره رعایت عرف دیپلماتیک مانند عدم دیدار با مخالفان افزوده بود، هیئت پارلمانی هلندی این شرط را برای حضور در ایران نپذیرفت و عملا سفرشان به ایران منتفی شد و وزارت خارجه نیز مجوز ورود آنها را صادر نکرد. وزارت دارایی بریتانیا با انتشار بیانیه تحریم‌ها علیه چندین مقام کنونی و سابق ایران را تمدید کرده و اطلاعات مربوط به تحریم‌ها علیه آنها را به روز رسانی کرده است. در فهرست تحریم وزارت دارایی بریتانیا، نام 15 مقام کنونی و سابق ایران به چشم می‌خورد که اطلاعات مربوط به آنها به روز رسانی شده است. حسن فیروزآبادی، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت سابق، قربانعلی دوری نجف آبادی و سعید مرتضوی از جمله افرادی هستند که نامشان در این لیست وجود دارد. وزارت دارایی بریتانیا در این بیانیه خواستار بلوکه شدن دارایی های این افراد در انگلیس شده و نهادهای مالی این کشور را از هر گونه مراوده با آنها منع کرده است. محمود عباس‌زاده مشکینی، سید مرتضی بختیاری، حمید رضا عمادی، محمد حسینی، محمد صالح جوکار، عزیز الله رجبزاده، محمود سالارکیا و حجت الله سوری دیگر افرادی هستند که اطلاعات آنها در این لیست به روز رسانی شده است. پادشاه عربستان شاهزاده بندر بن سلطان رئیس سازمان امنیت این کشور را تغییر داد و یوسف الادریسی را به جای وی منصوب کرد. بندر بن سلطان 65 ساله در ماه‌های اخیر به دلیل آنچه رسماً مشکلات جسمی خوانده شده است در خارج از کشور به سر می‌برد و تحت عمل جراحی شانه قرار گرفته بود. خبرگزاری دولتی عربستان در این خصوص گزارش داد که بندر بن سلطان به خواست خود از سمت ریاست سازمان امنیت کناره‌گیری کرده است. الادریسی که جانشین شاهزاده سلطان شده معاون وی بوده است. بندر پیش از آن که در ژوئیه سال 2012 به ریاست سازمان امنیت انتخاب شود به مدت 22 سال سفیر عربستان در آمریکا بوده است. دادگاهی در شهر اسکندریه مصر اعضای اخوان المسلمین را از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی محروم کرد. حکم دادگاه پس از شکایت گروهی از شهروندان مخالف اخوان المسلمین صادر شد. این گروه استدلال کرده بود که اخوان المسلمین به فعالیت‌های تروریستی دست زده است. دولت موقت مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری و تظاهرات هواداران او، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر 26 و 27 ماه مه یعنی 5 و 6 خرداد ماه آینده برگزار شود. مشتبه امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره به وزارت خارجه مصر احضار شد. به گزارش منابع مصری مشتبه امانی به وزارت خارجه مصر فرا خوانده شده است تا درباره اقدامات فراتر از عرف دیپلماتیک کارکنان این دفتر توضیح دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری های مصر، وزارت امور خارجه مصر مشتبه امانی کاردار سفارت جمهوری اسلامی در قاهره را به ساختمان وزارت امور خارجه احضار و به تحرکات برخی از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره به ویژه دیدار با برخی شخصیت‌های وابسته به اخوان مسلمین اعتراض کرده است. همچنین توزیع کتب شیعه از دیگر دلایل احضار این مقام جمهوری اسلامی بوده است. اما خبرگزاری فارس از قول مشتبه امانی نوشته که این احضار انجام شده و فضا هم دوستانه بوده است و امانی همچنین ضمن تکذیب به اتهامات علیه دیپلمات‌های دفتر حافظ منافع درباره توزیع کتب شیعه در مصر به فارس گفته در این دیدار اصلا به موضوع کتب و توزیع آن اشاره‌ای نشد. بنابر رسانه‌های مصر، جمهوری اسلامی متهم به ترویج فلسفه ولایت فقیه نه مذهب تشیع از طریق توزیع کتاب‌های در این زمینه میباشد. همچنین دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در قاهره تبدیل به لانه جاسوسی و ارتباط با گروه‌های مسلح مسلمان مصری و فلسطینی شده است. رابطه سیاسی میان جمهوری اسلامی و مصر پس از انقلاب سال 57 در ایران و در پی امضای پیمان صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل با فرمان آقای خمینی قطع شد. دو کشور در پایتخت های یکدیگر دفتر حفاظت منافع دارند. افراد مسلح میر فاروق حسینی خطیب مسجد جامع برامان در مرکز شهر هرات و سخنگوی نهاد دینی در غرب افغانستان را کشتند و از محل حادثه گریختند. به گزارش خبرگزاری ها میر فاروق حسینی از منتقدین سرسخت جمهوری اسلامی ایران بود و همواره ایران را به دخالت مستقیم در امور افغانستان متهم میکرد. مقامات امنیتی میگویند هنوز معلوم نیست که این سوءقصد توسط چه کسانی صورت گرفته است. اما سری میزنیم به پاریس و دیدار خانم آن سان ساکی از فرانسه و دیدارش با مقامات این کشور در گزارش خبرنگار ما در پاریس محمد رضا شاهید. روز گذشته در سفری که خانم آن سان سوکی به فرانسه داشت سری هم به کاخ وزارت خارجه فرانسه زد و دیداری داشت با آقای لوران فابیوس وزیر خارجه و این هر دو بعد از ملاقات یک کنفرانس مطبوعاتی کوچک داشتند. آقای فابیوس ضمن اظهار خوشبختی از دیدار مجدد با خانم آن سان سوکی گفت L'honneur que c'est d'accueillir Madame Aung San Suu Kyi ici, au Quai d'Orsay, où j'avais eu déjà l'occasion de l'accueillir il y a. از هر چیزی افتخاری برای ما که خانم آن سان سو کی اینجا در کاخ وزارت خارجه است. یک سال و نیم پیش هم ایشان را اینجا دیدیم. رابطه خانم آن سان سو کی با فرانسه رابطه خاصی است و این افتخاری برای ما که ایشان به فرانسه اعتماد دارد. فرانسه همواره کنار مردم بیرمانی و آزادی خواهیشان بوده است. خانم آن سان سو کی شما مجموعه ای از سمبل خواستهای مردم کشورتان هستید. از ماه آوریل 2012 که شما به نمایندگی در مجلس کشورتان برگزیده شده اید، ما شاهد تلاش های شما هستیم. فرانسه در این امر متحد است. برای مثال ما در اتحادیه اروپا وقتی لغو تحریم ها مطرح می شد فعال بودیم. ما به آزادی بیان و حقوق زن و تأسیس یک مدرسه روزنامه نگاری در کشورتان شریک بودیم. وقتی وضعیت را با 15 سال گذشته مقایسه می کنیم پیشرفت آزادی را نمی توانیم منکر شویم، ولی باید مراقب بود، خصوصا انتخابات 2015 که قرار است انجام بگیرد. امیدواریم همه نامزدها بتوانند شرکت کنند. یک رژیم دموکراتیک نمیتواند این کمترین برابری مردم را ندیده بگیرد.
رئیس جمهور تنسن وقتی به پاریس آمده بود متعهد شد که تمام زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد. البته نباید اجازه داد که افراطیون از هر تفکری که باشند آزادانه هرچه بخواهند انجام دهند. خانم آن سان سو کی می داند که می تواند روی فرانسه حساب کند. او برای ما یک سمبل آزادی است. سپس خانم آن سان سو کی نیز گفتاری رو کوتاه به زبان انگلیسی داشت. او گفت برای من نیز حضور در فرانسه فرصت مغتنمی است. در کشور من وقتی حتی قبل از انتخابات به وضعیت نگاه می کنیم، انتخابات 2015، می بینیم مشکلات زیادی داریم. تعداد تفکرات و نژادها راه را دشوار و ما به زمان طولانی تری نیاز داریم. در حال حاضر ما اپوزیسیون هستیم و نه دولت و این محدودیت کنونی ماست، ولی ما همچنان مسئول فکر و رفتار می کنیم و هر جا که لازم باشد با دولت همکاری می کنیم. مدام آن سان سو کی parle de paix, de justice, de démocratie, personne mieux qu'elle, prix Nobel de la paix, ne peut l'incarner. Merci beaucoup. در پایان آقای لوران فابیوس در تایید گفته های خانم آن سان سو کی گفت وقتی چنین شخصیتی از دموکراسی و آزادی صحبت میکنه، او که جایزه صلح نوبل رو دریافت کرده، خودش و گفتارش بهترین معنا برای دموکراسی و آزادی است. پاریس، تلویزیون ایران فردا. نخست وزیر روسیه گفت کشت و کشتاری دیگر در اوکراین رخ داده و این کشور در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در یادداشت خود در صفحه فیسبوکش آورده است، کشت و کشتار در اوکراین یک اقدام تأسف‌بار است. مدودف گفته است علت اصلی بروز این تراژدی این است که مقام‌های مشروع اوکراین زمانی که ساختمان‌های دولتی توسط دیگران به تصرف درآمد، حتی تلاش نکردند تا از حقوق و قوانین مناطق مختلف در این کشور دفاع کنند. در همین راستا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته است سازمان ملل و جامعه جهانی باید عملیات ارتش اوکراین را در شرق این کشور محکوم کند. پوتین عملیات روز دوشنبه ارتش اوکراین را مغایر با قانون اساسی این کشور خواند و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفته است اوکراین در آستانه جنگ داخلی است. همزمان جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش گفته است اگرچه عملیات نظامی راه حل ارجح نیست، اما دولت اوکراین ناچار است برای حفظ نظم و امنیت در این کشور اقدام کند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفته است روسیه عمدن اوکراین را به آستانه درگیری‌های خشونت‌آمیز کشانده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین در واکنش به حمله نظامیان اوکراینی به جنوب شرقی اوکراین با بان کیمون دبیر کل سازمان ملل تلفنی گفتگو و تأکید کرد که از سازمان ملل توقع می‌رود حمله نظامی ارتش اوکراینی به جنوب شرقی این کشور را محکوم کند. در همین حال بعد از ظهر روز سه‌شنبه خبرگزاری آلمان از مبادله ارتش میان یگانهای ویژه ارتش اوکراین و شورشیان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین خبر داد. بر اساس این گزارش صدای تیراندازی در نزدیکی دو شهر از توابع دونسک شنیده شده که بسیاری از ساختمانهای دولتی آن از چند روز پیش به اشغال شورشیان مسلح طرفدار روسیه درآمده است. یگانهای ویژه اوکراین دو روز قبل از تشکیل کنفرانس چهار جانبه برای بررسی تنش شرق اوکراین وارد عمل شدند. این کنفرانس قرار است روز پنجشنبه با حضور کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه آمریکا، روسیه و اوکراین در ژنو تشکیل شود. دولت روسیه نسبت به پایبندی این کشور به پیماننامه مونتونگرو به کشور روسیه اطمینان داد. پیشتر روسیه از ورود ناوهای کشورهای غربی به دریای سیاه انتقاد کرده بود. جزئیات بیشتر در گزارش مهستان بختیاری از ترکیه. با
بالا گرفتن بحران در اوکراین و بروز تنش در روابط غرب با روسیه، رفت آمد ناوهای جنگی از تنگه بسفور و دارانل به سمت دریای سیاه هم افزایش پیدا کرده، از جمله ناو جنگی یو اس اس تراکستون و یکی دو ناو فرانسوی که در ماه گذشته از طریق تنگه بسفور وارد دریای سیاه شدند. همین امر هم تا حدود زیادی حساسیت دولت روسیه رو در این زمینه برانگیخت، تا جایی که نسبت به عملکرد دولت ترکیه در این باره انتقاد کرد و گفت که دولت ترکیه پیماننامه مونتنگرو رو نقض کرده. پیماننامه مونتنگرو حدود 70-80 سال پیش میان دولت ترکیه و روسیه منعقد شد. این پیماننامه بر حق نظارت طرفین بر دریای سیاه تاکید میکنه. یکی از بندهای مهم این پیماننامه ایجاد محدودیت زمانی برای حضور کشتی‌های خارجی در دریای سیاه هستش، از جمله کشتی‌های خارجی نمیتونن بیش از 3 هفته در این دریا باقی بمونن. در واقع دولت روسیه هم با تکیه بر همین بند نسبت به عملکرد دولت ترکیه در دادن مجوز به ناوهای آمریکایی انتقاد میکنه، هرچند که همون ماه گذشته که این ناوها از طریق تنگه بسفور وارد دریای سیاه شدن، دولت ترکیه اعلام کرد که این ناوها کلیه مجوزهای لازم در راستای پیماننامه مونتنگرو رو کسب کردن و در این زمینه تمامی مراحل قانونی طی شده در راستای همون پیماننامه مونتنگرو. در یکی دو هفته گذشتم در ادامه این تنش‌ها، البته یکی دو بار هم هواپیمای تجسسی روسیه به حریم هوایی ترکیه نزدیک شدن که بلافاصله از سوی نیروهای ترکیه پوشش لازم داده شد. البته یک بیانیه‌ای هم وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه گذشته در این باره صادر کرد و گفت که دولت ترکیه با دقت تمامی مراحل و بندهای پیماننامه مونتنگرو رو اجرا میکنه و خطاب به دولت روسیه گفت که بردن این موضوع به سطح مطبوعات منافع هیچ کدوم از دو کشور رو تامین نخواهد کرد. متقابلا وزارت امور خارجه روسیه هم دیروز یک بیانیه در همین زمینه صادر کرد و گفت که از توضیحات مقامات ترکیه در این باره قانع شده و امیدوار هست، همونطور که در طی 70-80 سال گذشته ترکیه به این پیماننامه پایبند بوده، بعد از این هم پایبند و متعهد باقی بمونه. البته دو روز پیش هم آقای داوودوغلو در هنگام سفر به کشور ژاپن در این باره باز هم توضیح دادن، یک بار دیگه تاکید کردن و اطمینان خاطر دادن به مقامات روسی و گفتن که بروز بحران در روابط روسیه و ترکیه امر مناسبی نیست و ترکیه با قاطعیت تمام این پیماننامه رو اجرا میکنه و این پیماننامه پیماننامه‌ای است که از قرن 20 وارد قرن 21 شده. شاید این چنین توضیحاتی و گفتگوهایی بوده که تا حدود زیادی مقامات روسی هم در واقع در این باره قانع شدن. از زمان بروز بحران در اوکراین و به ویژه شبه جزیره کریمه، دولت ترکیه رویدادهای این کشور و حوزه دریای سیاه رو با وسواس و دقت زیادی دنبال میکنه. دلایل خاصی هم در این باره داره، از جمله شرایط استراتژیک حاکم بر حوزه دریای سیاه و همینطور پیوندهای نژادی که با تاتارهای شبه جزیره کریمه دولت ترکیه داره. همه و همه این مسائل باعث شده که در طی این مدت با وسواس خاصی رویدادهای حوزه دریای سیاه رو مقامات دولت ترکیه دنبال بکنن. محمد رضا خاتمی و عبدالواحد موسوی لاری از اعضای ارشد اصلاح طلبان در اظهارات جداگانه گفتند مجلس آینده برای اصلاح طلبان است. گفته های این افراد در حالی است که پیشتر بسیاری از محافظه‌کاران از جمله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص تصرف مجلس خبرگان و شورای اسلامی هشدار داده بودند. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند ماه 1394 برگزار خواهد شد. محمد رضا خاتمی از چهره‌های اصلاح طلب می‌گوید در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی اصلاح طلبان پیروز خواهند شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، محمد رضا خاتمی نایب رئیس دوره ششم مجلس با تاکید بر پیروزی اصلاح طلبان در دهمین دوره انتخابات مجلس گفت اصلاح طلبان باید دور هم بنشینند و با تشکیل جلسه در این باره به نتیجه برسند. دبیر کل پیشین جبهه مشارکت در خصوص فعالیت حزب مشارکت نیز گفت اصلاح طلبان مدام در حال تشکیل جلسه هستند، ولی درباره آغاز حزب مشارکت من اطلاعی ندارم. در همین راستا عبدالواحد موسوی لاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و وزیر پیشین کشور، در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس گفته است
اصلاح طلبان حضوری قرص و محکم در انتخابات آتی خواهند داشت. اصلاح طلبان در مسائل عمومی حضوری فعال دارند و در انتخابات نیز حضور خواهند داشت. وی همچنین تأکید کرد محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در جهت ایجاد وحدت و انسجام اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس نقشی مؤثر خواهد داشت. از سوی دیگر رسول منتجب‌نیا عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز روز سه‌شنبه گفت ما مانند بقیه اصلاح طلبان منسجمتر و متحدتر در انتخابات مجلس دهم شرکت می‌کنیم و پیروز خواهیم شد. همچنین یاسر هاشمی رفسنجانی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرده پدرش حتما برای انتخابات مجلس فعالیت سیاسی خواهد داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی در چند سال اخیر گرایش بیشتری به سمت اصلاح طلبان داشته است. انتخابات مجلس نهم اسفند ماه 90 برگزار شد که در جریان آن اصولگرایان برنده این انتخابات بودند. بر اساس آمار روزنامه جامعه جم، از ترکیب سیاسی مجلس نهم که اردیبهشت 91 منتشر شد، 57% کرسی‌های این مجلس از آن اصولگرایان است، در حالی که اصلاح طلبان 7% از کرسی‌ها را در اختیار دارند و 36% دیگر کرسی‌ها به نمایندگان مستقل تعلق دارد. اظهارات اصلاح طلبان در خصوص پیروزی در انتخابات مجلس دهم در شرایطی است که بسیاری از محافظه‌کاران در ماه‌های اخیر و پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به حضور این افراد هشدار دادند. از جمله آیت الله احمد جنتی دبیر تندروی شورای نگهبان چندی قبل صراحتاً گفت برخی در حال تدارک برای تصرف مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستند. جنتی گفته بود شورای نگهبان جلوی حضور این افراد را خواهد گرفت. یک روز پس از انفجار بمب در اتوبوسی در پایتخت نیجریه عملیات تروریستی جدید در شمال شرقی این کشور صورت گرفت. گروه تروریستی و اسلامگرای بوکو حرام با حمله به دبیرستانی دختران در یک روستا 100 نفر را ربود. بوکو حرام در گذشته نیز حملات خونباری علیه دانش آموزان و آموزگاران انجام داده است. نامی که این گروه بر خود گذاشته به مفهوم حرام بودن آموزش غربی است. در حمله ای مسلحانه به یک دبیرستان دخترانه در روستایی در نیجریه دست کم 100 نفر از آنها ربوده شدند. به گزارش خبرگزاری ها رئیس پلیس منطقه گفت 103 نفر از 250 دانش آموز این دبیرستان ربوده شده و شبه نظامیان بوکو حرام مسئول این حمله هستند. از سرنوشت دختران ربوده شده خبری در دست نیست. شاهدان عینی گفتند که مهاجمان دانش آموزان را با کامیون و موتورسیکلت از محل دور کردند. به نقل از آنها شبه نظامیان ابتدا به سربازانی که سرگرم حراست از ساختمان مدرسه بودند یورش برده و سپس وارد مدرسه شدند. در زمان حمله آنها دانش آموزان این دبیرستان دولتی سرگرم امتحان بودند. یکی از مسئولان مدرسه هم اعلام کرده که مهاجمان پس از ربایش دانش آموزان اطراف کالج را به آتش کشیدند. رسانه‌های نیجریه در آغاز از ربوده شدن 200 دانش آموز خبر داده بودند. با گذشت ساعت‌ها از این یورش هنوز معلوم نیست که دخترها به کجا برده شدند. آنها قرار بوده آخر این هفته برای گرفتن مدرکی که در کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان معتبر است امتحان نهایی بدهند. این آدم‌ربایی در حالی صورت گرفته که دو روز پیش نیز انفجار بمبی در یک اتوبوس در ابوجا بیش از 70 نفر را به کشتن داد و 160 نفر دیگر را زخمی کرد. این اقدام نیز به گروه تروریستی بوکو حرام نسبت داده شده است. این حمله خونین ترین اقدام تروریستی در ابوجا خوانده شده و گودلوک جاناتان رئیس جمهور نیجریه قول داده که از هیچ تلاشی برای مهار بوکو حرام فروگذار نکند. در همین حال مرضیه یعفخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز انفجارهای ابوجا را تأسف بار خواند و آن را محکوم کرد. بوکو حرام از سال 2009 با دولت مرکزی نیجریه می‌جنگد و هدفش تشکیل یک حکومت اسلامی در شمال نیجریه است. شمال نیجریه محل سکونت مسلمانان است و بوکو حرام علاوه بر حملات منظم به پاسگاه‌های پلیس، ارتش و ادارات دولتی به کلیساها و مدارس نیز یورش می‌برد. بوکو حرام دلیل حمله به مدارس را مخالفت با نظام آموزشی مدرن و غربی می‌نامد. رهبر خودخوانده این گروه در پیام‌های ویدیویی خود پیوسته مسیحیان را تهدید به پیگرد و آزار کرده است. با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم.
ممنونم که با ما همراه بودین. از شما دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه 1 ما باشین. شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.